سلام دوستان، با دوره آموزشی مدیریت پروژه و نرم افزار مایکروسافت پروژکت در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل مبحث توالی فعالیت ها رو با هم دیگه بحث کردیم و خب فهمیدیم که فعالیت ها چطور با هم میتونن وابسته باشن. پس از اینکه وابستگی فعالیت ها رو مشخص کردیم، نوبت به زمانبندی پروژه میشه، مدیریت زمان در پروژه میشه. خب ما وقتی که میخوایم مدیریت زمان در پروژه کنیم، ابتدا باید زمانها رو از اشخاصی که اطلاع دارن و آگاهی دارن بپرسیم. و خب این زمانبندی خیلی وابسته به منابع ما هستش. خب یه شخصی که میریم پیشش میگه اگر دو تا کارگر به من بدی، من اینو یه روزه واسط انجام میدم بر فرض، و اگر یه کارگر به من بدی، من اینو دو روزه میتونم انجام بدم. به خاطر همین خوبه که در هنگامی که دارین زمانها رو تعریف میکنین که هر فعالیت چقدر زمان میبره، به طور موازی بدونین که چقدر هم منابع دارید و خب این دوتا رو بتونین همزمان با هم به دست بیارین، که بگین از وقتی که با شخص دارین صحبت میکنین، وقتی که جلسه میذارین، بگین خب بر فرض این که من اینقدر منبع داشته باشم چقدر زمان میبره، و خب یه چیز نرمال رو اول به دست بیارید. نه این بگین خب من الان مثلا فورس میذارم حتما مثلا سه تا کارگر رو اینجا بگیریم که این کار زودتر انجام بشه. نه، اول یه کار، یعنی یک پیش بینی عادی بکنین، بگین که خب به صورت عادی این کار رو ما دو نفره انجام میدیم، به خاطر همین اینقدر زمان میبره. بعد میدونین که دو نفر رو دارید حداقل، و خب بعد موقعی که ما میخوایم پروژه رو کنترل کنیم و حالا مدیریت منابع کنیم، و خب یا اینکه بیایم بگیم که آقا الان زمان و پروژه خیلی طولانی شده، حالا چجوری اینو کاهش بدیم با منابع بیشتر و متدهای دیگه، اون وقت بیاین بگین که اوکی من فورس میذارم، اینقدر نیرو میارم. پس اول به صورت خیلی عادی و نرمال این پیش بینی رو انجام بدین. حالا تو اینجا ما مبحث محاسبات زمانی پروژه رو داریم، چون وقتی که میخواین زمانها رو تعیین کنین، کافیه که یه لیستی رو ایجاد بکنین، فعالیتها رو توش بنویسین و بیاین اینجا بگین زمانی که مثلا فکر میکنین تو زودترین زمان انجام بشه چقدر میتونه باشه، به صورت عادی و در بیش اکثر اوقات که رخ میده چقدر میتونه باشه، و دیگه ماکسیموم خیلی کم پیش بیاد بیشترین زمانی که ممکنه طول بکشه فعالیت چقدر باشه. بعد بیاید اینجا زمانها رو بنویسین واسه هر کدوم از فعالیتها، و بعد میتونین خب یادمون باشه ما اینجا نمیخوایم به صورت احتمالی کاری رو بکنیم. این روشی که من دارم میگم خیلی شبیه روش هست به نام پرت، که به صورت احتمالی میاد اول اینجا اوریجش رو میگیره و خب میادش انحراف معیارش هم میگیره و میگه با این میانگین و با این انحراف معیار هر فعالیت میتونه انجام بشه. ما نمیخوایم این کارو بکنیم، که یه روش که یک فرمول ساده هم داره واسه میانگین گرفتن این سه تا و به دست آوردن ماریاس. ما نمیخوایم این کارو بکنیم. من فقط میخوام بگم که چطور میتونین یه فعالیتی که میخواین تعیین زمان کنین با دقت بیشتری بتونین این زمان رو تعیین کنین و بعد ثابتون رو در نظر میگیریم. حالا اگر خدا خواست و ما این دوره رو بیشتر خواستیم ادامه بدیم و حتی احتمالی ها رو هم بیاریم، اونجا میایم میگیم که اوکی حالا روش پرت چی هست و ما چجوری میتونیم محاسبات زمانی رو بر اساس احتمالات ببریم جلو. ولی خب ما اینجا ثابت در نظر میگیریم. پس من اینجا میام یه میانگین معمولی میگیرم، مجموع این سه تا فعالیت میتونم یه ضریبم بهشون بدم که حالا بگیم اوریجش واقعی تر بوده و اینجا ضریب 3 رو واسه این در نظر بگیرم، بعد ضریب 1 رو واسه هر کدوم از اینها در نظر بگیرم. خب اینو میخواستم 3 بنویسم. خب ضریب 3 در نظر بگیرم، ضریب 1 در نظر بگیرم و بعد بیام میانگین وزنی واسه شون بگیرم. اینجا میدونیم که اگه ضریب 1 گرفتیم این میشه 1/5، این میشه 3/5 و این هم میشه 1/5. بعد 1/5 ضرب داره این زمان، 3/5 ضرب داره این زمان، 1/5 ضرب داره این زمان، و بعد میانگینش در اینجا قرار داده میشه. خب این میانگینی که اینجا قرار دادیم دیگه فرض میکنیم ثابته، نمیایم بگیم آقا احتمالی انجام دادیم، فقط میخواستیم دقت کار رو ببریم جلو. پس این مهمه که در نظر بگیرین، چون ما اینجا الان محاسبات زمانی بر اساس زمانهای قطعی رو داریم انجام میدیم.
خب وقتی که ما میخوایم محاسبات زمانی رو انجام بدیم، منظورمون این هستش که میخوایم زودترین زمان شروع یک فعالیت یا رویداد، ببخشید، زودترین زمان شروع یک رویداد و یا پایان یک رویداد رو میخوایم به دست بیاریم. از طریق اون مدت زمانی که طول میکشه یک پروژه انجام بشه، یعنی خود انتهای پروژه هم یک رویداد دیگه، رویداد پایان پروژه رو در زودترین زمانی که ممکنه رخ بده و در دیرترین زمانی که میتونه رخ بده رو تعیین بکنیم و همچنین تعریف بکنیم که فرجه هر فعالیت چیه. خب فرجه منظور ما مقدار زمانی هستش که یک فعالیت میتونه تأخیر داشته باشه بدون اینکه به پایان پروژه تأثیر بذاره، که ما انواع فرجه ها رو داریم که جلوتر با اونا آشنا میشیم و دقیق‌تر تعریفش میکنیم. خب برای روشی که ما این کار رو انجام میدیم و این موارد رو تعیین میکنیم در زمانی که زبانها قطعی هست، روش مسیر مهرانی میگوییم، روش Critical Path Method یا CPM، که یه روش خیلی ساده هست که از اون میتونیم استفاده کنیم و محاسبات زمانی رو انجام بدیم. خب لازمه که بدونیم که تو دنیای علم مدیریت پروژه روش Critical Path Method و روش های محاسبات زمانی یک مبحث جنجال انگیزی هستش و خیلی ها روش کار میکنن و روش های مختلفی رو تعریف میکنن که بتونن زمان شروع و پایان پروژه رو تعیین بکنن، احتمالی میگیرن، فازی میگیرن و خیلی از بحث های دانشی رو اونجا دارن و میتونن انجام بدن. ولی خب ما اینجا روش کریتیکال پث متد ساده انجام میدیم. اما لازم بدونید تو نرم افزارا مثل MSP، پریمورا و موارد مختلف روش های مختلفی واسه محاسبات زمانی خودشون دارن و سعی میکنن بهینه این کار رو انجام بدن، به خصوص اینکه تسکا و فعالیت ها زیاد هستش اونجا و خب روش های سریع تر انجام دادن و اینکه دقیق تر انجام بدن رو دارن. وقتی که فعالیت ها زیاد میشه محاسبات زمانی هم خیلی سخت میشه و خب ما که دستی نمیتونیم انجام بدیم، اما مدل های ریاضی وجود داره که این کارا رو انجام میدن. خب ما بیایم این روش محاسباتی کریتیکال پث متد رو توی سه قسمت، یعنی کلا محاسبات زمانی پروژه رو تو سه قسمت میبریم جلو با هم دیگه. اول میایم تو شبکه های AOA بحث میکنیم که ساده تر هستش، درکش راحت تره. بعد میایم فرجه ها رو تو جلسه بعد تعریف میکنیم و بعد طریقه محاسبات زمانی در AON رو انجام میدیم. خب بعد که اینا رو انجام دادیم، من از هر کدوم از این دوتا یکی یه مثال کوتاه سعی میکنم حل میکنم و بعد میریم وارد MSP میشیم که ببینیم زمانها رو چطوری میتونیم تو MSP وارد کنیم و چطور میتونیم تقویم ها رو تعریف کنیم و کارهای زمانی رو یکم با همونجا جلو میبریم و یاد میگیریم که تو MSP چطور زمانها رو تعریف کنیم. خب یادمون هست که یک شبکه AON به این شکل بودش که تو هر کدوم از این دایره های رویداد رو ما تعریف میکردیم، مثلا اینجا رویداد 5 هستش و اینم رویداد 8، یک فعالیت که نام فعالیت ها اینجا گفتیم میذاریم که حالا این 9 منظور فعالیت 9 هستش اینجا قرار گرفته میشد و دیوریشنش رو بالا قرار میدیم. خب پس این وسط دیوریشن قرار داده میشد، یک فعالیت هستش این و اینها هم رویداد ما هستن. این رویداد استارت پروژه من هست و این رویداد نهایی رویداد پایان پروژه من هستش. خب حالا فرض کنیم که من یه تیکه از این رو جدا کردم، اومدم اینجا قرار دادم. خب یعنی یک رویداد شروع و یک رویداد پایان، یعنی یک فعالیت آی و جی، فعالیتی که از آی شروع میشه و به جی خاتمه میشه رو جدا کردم و میدونین که به این فعالیت ممکنه فعالیت های دیگه ای در از قبل وارد شده باشن که چندین تا میتونن باشن. من 3 تا نمونه اینجا گذاشتم و از این فعالیت پایانی هم میتونه 3 تا خارج بشه. و البته خاطرتون باشه که اینجا هم ما میتونیم خروجی داشته باشیم، ولی نباید از همین آی به جی رفته باشیم، میتونه بره به یه دایره دیگه، مثلا این اومده باشه رفته باشه به این یکی. خب پس ما میتونیم خروجی مختلف هم از این داشته باشیم دیگه. حالا من واسه اینکه شلوغ نشه نکشیدم اینجا، و این هم میتونه ورودی های مختلفی داشته باشه. به این صورت حالا بیایم هر کدوم از این نمادها رو تعریف کنیم. با اینکه آشنا بودیم این دوریشن ما هست، یعنی مدت زمانی که طول میکشه فعالیت آی و جی انجام بشه، به این میگن زودترین زمان
وقوع رویداد آیو. یعنی این رویداد که استارت دی آی جی، استارت فعالیت آی جی هست، این زمان، این رویداد در چه زمانی میتونه زودترین شروع خودش رو داشته باشه؟ یعنی من دیگه خیلی زود بخوام شروعش کنم، کی میتونه باشه و کی میتونه این رویداد شروع بشه؟ ناکنین این، نگین رویداد پایانی، رویداد شروع جی هست، یعنی رویداد جیوم وقوع بده. خب این هست که میگیم رویداد، این هست که میگیم فعالیت آی جی کی تموم شده، این هست ارلیست فینیش آی جی. خب پس من اینجا فقط میگم شروع رویداد، این هم شروع رویداد هستش. رویدادها فقط شروع دارن، یعنی وقوع دارن، شروع ندارن، ببخشید من هی شروع میگفتم، اینجا وقوع دارن، یعنی نه شروع نه پایان، تو یک لحظه زمانی کوچیک مثل بعد اتفاق میافتن. پس یک رویداد فقط وقوع میتونه پیدا بکنه در زودترین زمان ممکنی که میتونه وقوع پیدا بکنه و در دیرترین زمان ممکنی که میتونه وقوع پیدا بکنه. دو حالت داره دیگه، یعنی من خیلی سریع بخوام مثلا این فعالیت ها رو زود انجام بدم، خیلی زود انجام بدم، و این هم خیلی زود بخوام شروع کنم، میشه زودترین زمان وقوع. و اینکه ممکنه یکی از اینا رو با تاخیر مواجه شده باشم، کامیون دیر رسیده، بار من دیر رسیده، هر چیزی، این رو تو دیرترین زمان ممکن خودش. چرا میگیم ممکن؟ به خاطر اینکه اگر از این زمان بگذره میگیم با تاخیر مواجه شدیم، و اگر این تاخیر طوری باشه که به کل پروژه من تاثیر بذاره، تو شبکه من، پروژه من رو ممکنه به تاخیر مواجه کنه. ما دیرترین زمان وقوع این رویداد رو وقتی میگیم که به پروژه من تاخیری وارد نکنه. خب من میتونم این پروژه رو انقدر، این فعالیت رو انقدر دیر انجام بدم، این رویداد رو انقدر دیر رخ بدم که پروژه من تاخیر نکنه. اگر تاخیر بکنه دیگه این از این مرز گذشتیم. خب پس ما با earliest start، earliest یک آی یا یک رویداد و latest یک رویداد آشنا شدیم. خب وقتی که این رویداد رخ داد، میدونیم که این فعالیت من بلافاصله میتونه شروع بشه، چون مثل یک برق این گذشته. خب پس این earliest start من هست اینجا که میگم زودترین زمان شروع فعالیت IOJ، یعنی فعالیت IOJ در چه زمانی میتونه شروع بشه که دیگه از اون دیگه زودتر نشه. خب یعنی در چه زمانی بتونیم اینو شروع کنیم که دیگه زودتر از اون امکانش نباشه، یعنی من همه کار رو فورس انجام دادم، سریع انجام دادم با توجه به اون پیشبینی زمانی که کردم فعالیت های قبلی رخ بده و زودترین زمان خودش شروع شدن، و این هم دیگه میتونه دیگه حد اکثر تو این زمان شروع بشه، دیگه زودتر از این نمیتونیم اینو شروع کنیم. خب و این هم earliest finish هست، وقتی که من این رو تو زودترین زمان خودش رخ بدم و وقتی که بگم این قطعیه 100% دیه من تو این زمان انجام میشه، پس این هم تو زودترین زمان ممکن خودش پایان پیدا میکنه. پس این میشه earliest finish من، زودترین زمان پایان فعالیت IOJ که میتونه انجام بشه، توانایی انجام شده. خب این پایینش ما latest ها رو قرار میدیم، یعنی دیرترین زمان های ممکن رو، دیرترین زمانی که فعالیت میتونه شروع بشه، دیرترین زمانی که فعالیت IOJ میتونه شروع بشه و تأثیری بر پروژه نداشته باشه، تأخیر ایجاد نکنه رو پروژه من. پس میشه دیرترین زمان ممکن که دیرترین زمان پایان شروع فعالیت که بر پروژه، بر زمان پروژه من تأخیری ایجاد نکنه، و این هم به تبع میشه دیرترین زمان، latest finish IOJ، دیرترین زمانی که میتونه یک فعالیت تموم بشه و بر پروژه تأخیری رو وارد نکنه. خب با این نمادها امیدوارم آشنا شده باشین. حالا بریم ببینیم چجوری ما از این نمادها استفاده میکنیم و محاسبات زمانی خودمون رو انجام میدیم. امیدوارم که اینا رو خوب متوجه شدیم، چه خیلی اهمیت دارن که دقت کردن رو اونها. خب ما میخوایم محاسبات زمانی رو در AOA انجام بدیم. ما دو نوع داریم، یکی مسیر پیشرو هست که از صفر شروع میکنیم، از ابتدای پروژه میریم محاسبات زمانی رو انجام میدیم تا پایان پروژه. خب و یه دونه هم مسیر پسرو هست که ما
محاسبات زمانی را از انتهای پروژه شروع میکنیم و میریم جلو تا ابتدای پروژه برسیم. خب پس ما دو نوع داشتیم، پیشرو و پسرو. در زمانی که پیشرو داریم انجام میدیم، از ابتدای پروژه شروع میشیم، فقط ارلیس ها رو حساب میکنیم، فقط زودترین زمان های ممکن که ممکن رو محاسبه میکنیم، زودترین زمان وقوع رویداد، زودترین زمان شروع یک فعالیت، زودترین زمان پایان یک فعالیت و زودترین زمان شروع فعالیت بعدیش رو میتونیم محاسبه کنیم. در هنگام پسرو ما لیتست ها رو محاسبه میکنیم، یعنی دیرترین زمان شروع یک رویداد، دیرترین زمان وقوع یک رویداد، دیرترین زمان پایان یک رویداد و دیرترین زمان شروع یک رویداد. چون پس رو دارم میرم دیگه، از این ور میرم به این ور و اینا رو هم از این ور دارم میرم این ور. خب بریم تو نمودار کلی AOA. یعنی چجوری؟ یعنی من از اینجا شروع میکنم، کلا میرم جلو تا اینجا، محاسبات زمانی رو انجام میدم، به این میگم پیش رو، و ارلیست ها فقط ای ها رو به دست میارم، ارلیست ها رو. خب و موقع که من به اینجا رسیدم، ای ان رو که آخرین زمان من هستش واسه روی دادن وقوع پایان پروژه رو به دست میارم. بعد که ای ان رو به دست آوردم، برابر قرار میدم با ال ان که دیرترین زمان وقوع پروژه من هستش. چرا مساوی قرار میدم؟ به خاطر اینکه دوست ندارم هیچ تأخیری توی رویداد پایان پروژه من اتفاق بیفته، یعنی دوست دارم که پروژه من در زودترین زمان ممکن خودش پایان بپذیره. پس لیتست من، پس من هیچ گونه دیلی رو قبول نکردم اینجا. خب اگر من مثلا یه دیلی یک ماهی رو بخوام قبول کنم، چی میتونم به اضافه مثلا 30 روز کنم، اگه به روز داریم محاسبه کنیم، یا ساعت، هر چیزی که هست تبدیل باید بکنیم به اون مقیاس زمانی. خب پس میتونم این کار رو انجام بدم اگر بخوام یه چنین دیلی داشته باشم، ولی پیشفرض ما اینه که یه چنین کار رو نمی کنیم و مساوی قرار میدیم که پروژه من با تاخیر مواجه نشه. مثلا اگه من 30 روز فرجه با کلی در نظر بگیرم واسه پروژه، میتونم به اضافه 30 کنم، ولی توی محاسبات عادی یه چنین پروژه در نظر نمیگیریم و ای ان رو پس برابر با ال ان قرار میدیم و دوباره برمیگردیم تا ابتدای پروژه و محاسبات زمانی پس رو انجام میدیم و ال ها رو اینجا فقط حساب میکنیم. خب چجوری این ها رو حساب میکنیم؟ ما میدونیم که چندین تا ورودی خب به رویداد آی داریم، درسته؟ میایم چی کار میکنیم؟ ماکسیموم اینها رو ابتدا انتخاب میکنیم. حالا اینجا ناکنید یه چنین فرمولی میشه، میگه ماکسیموم اینها رو انتخاب کنیم، که من واسه این نوشتم چون از این شروع کرده بودم، ولی در حقیقت ماکسیموم اینها رو انتخاب میکنیم، میذاریم اینجا، میذاریم بالای یک رویداد. من ماکس اینجا مینویسم، خب ام ای نوشتم اینجا، مثلا ماکسیموم رو انتخاب میکنم میذارم اینجا، درسته؟ چرا ماکسیموم رو انتخاب کردم گذاشتم اینجا؟ فرض کنید این فعالیت 8 روز طول بکشه، این فعالیت 2 روز طول بکشه و این فعالیت 7 روز طول بکشه. خب من گفتم این رویداد آی وقتی میتونه روی بده که تمام این فعالیت ها تموم شده باشن. پس این 2 روز که تموم شده باشه، هنوز این تموم و این تموم نشدن، و وقتی که 7 روز بگذره این تموم شده، اینم تموم شده، ولی این تموم نشده، پس این نمیتونه استارت بزنه. حتما باید این 8 روز این یکی بگذره که این یکی بتونه استارتش رو بزنه. پس ماکسیموم اگر اینجا 8 باشه، من اینجا 8 قرار میدم. پس ماکسیموم اینا رو من قرار میدم اینجا که میگم آقا زودترین زمان وقوع رویداد آی وقتی هستش که تمامی اینها پایان یافته باشن. پس ماکسیموم میگیرم و میذارم اینجا. وقتی که ماکسیموم این رو قرار دادم، بلافاصله فعالیت آیجی من میتونه شروع بشه. پس همین رو سری میذارم اینجا، چون یه رویداد فقط رخ داده، مساوی میذارم. پس ای اس آیجی من، ارلیس استارت آیجی من، برابر با همون ای آی. اگه من اینجا چند تا هم داشتم چی؟ دقیقا باسه اونا هم همین کار رو میکردم، یعنی این ای آی رو میذاشتم برابر با ای اس مثلا 1-2، ای اس آیجی، ای اس 2 مثلا 3 و غیره. خب پس اگرم چند تا داشتین همین کار رو میکنه، هیچ فرق نمیکنه، فقط اینجاست که الان ماکسیموم میگیریم میذاریم اینجا.
خب ماکسیموم که گرفتیم گذاشتیم اینجا، میام اینجا این ایر اس من که یک زمان شروع من هست، مثلا این اگه زمان صفر باشه اینجا 8 روز گذشته و اینم 8 شروع شده، روز 8م شروع شده باشه و اینم 2 روز زمان بخواد، اینم شده باشه 8، این دیگه دقیقا میشه 10 دیگه، منطقیه چون جمع باید بشه بگه آقا این تو روز 8م شروع شده، این فعالیت آیجه من 2 روز طول میکشه، پس کی تموم میشه ای آیجه دی آیجه؟ خب روز 10م تموم میشه دیگه، پس این به اضافه میشه. تو این رابطه من همینو دارم میگم ای اف آی جی که این باشه شده ای اس آی جی که ارلیس استارتش باشه به اضافه دیوریشنش به اضافه این دو. پس اومدم اینو گذاشتم اینجا گفتم 8 و 8 به اضافه 2 گفتم تو روز 10 پایان میپذیرد، زودترین زمان پایان فعالیت آی جی من میشه. خب و بعد دوباره این یه جی رو باید به دست بیارم که گفتم چی؟ اینجا بر فرض چند تا داشتیم ورودی، ماکسیموم اینها رو دوباره میگیریم، دقیقا همین کاری که اینجا کردیم میذاریم توی یه جی. بعد دوباره کار تکرار میشه، واسه هر کدوم از اینا محاسبات رو انجام میدم، این یه جی مساوی با یه اس آی جی 4 میشه، اینو دقیقا برابر این قرار میدم، برابر این قرار میدم، برابر این قرار میدم، به اضافه دیوریشنش میکنم، این به دست میاد اینجا، بعد ماکسی هر چیزی که ورودی این بودو میگیرم میذارم اینجا، میشه ای جی 4. اوکی خب به این میگم محاسبات چی پیش رو. خب من یه کنترل زد بگیرم نمیشه، خب اشکال یه ذره کرکسیف شد. حالا میخوایم آخه پس رو انجام بدیم، واسه پس رو چی کار میکنیم؟ دقیقا همونه، فقط داریم برعکس انجام میدیم، به جای اینکه اینجا ماکسیموم بگیریم بذاریم، من لیتست ها رو به دست آوردم دیگه، بذاریم اول برم توی نمودار کلی. خب من قرار دادم چی؟ EN مساوی LN، دقیقا رفتم محاسبات پیش رو انجام دادم، رسیدم به آخرین رویداد و EN رو به دست آوردم، مساوی LN قرار میدم. حالا که LN رو به دست آوردم، LF IJ هم رو به دست میارم، بذار هر کدوم از اینها. پس من اینجا این شلوغ شده، حالا میام اینجا مثلا انجام بدیم. پس ال هر کدوم از اینا رو من دارم، به دست آوردم از فعالیت قبلی، اینجا میام مینیمم ال های استارت قبلی رو میگیرم میذارم اینجا، درسته؟ خب من اون خطا رو پاک کردم که یکم اینجا خلوت بشه، راحت تر بتونیم ببینیم، چون احساس کردم دیگه دیده نمیشد لیتستاری که داشتیم حساب میکنیم. خب اومدیم گفتیم که ما اینجا مینیموم لیتست های خودم رو میگیرم، اینجا مینیموم رو میگیرم میذارم جای LJ. خب وقتی که مینیموم رو گرفتم LFIJ برابر میشه با LJ، اینا رو مساوی قرار میدم. یادتونه اینجا توی این کل AON که حساب میکردیم گفتیم اینجا وقتی که EN رو به دست آوردیم برابر قرار میدیم با LN. خب و ما اینجا پس ال ها رو همینطور اومدیم و ال جی رو به دست آوردیم اینجا. خب ال ان رو اینجا گذاشتم ای ان، ما ال ها رو اومدیم تا اینجا رفتیم به دست آوردیم، بر فرض مثال رسیدیم به ال اس ها. و خب چطوری به دست آوردیم؟ مینیمم اینا رو گرفتیم گذاشتیم ال جی، ال جی رو که به دست آوردیم مساوی با ال اف آی جی قرار میدیم. پس لیتست فینیش آخرین زمانه دیرترین زمان پایان فعالیت آیجی رو تو مسیر پس رو به دست میاریم. بعد دوباره منهای دی آیجی میکنیم، اینجا که منها کردیم ناکنیم چون برعکسشه دیگه، اینجا ما به اضافه میکردیم اینجا منها میکنیم، و وقتی که منها کردیم دیرترین زمان شروع فعالیت آیجی به دست میاد. و وقتی که این رو قرار دادیم دوباره فرض کنید اینجا ما یه سری خروجی ها داشتیم، مینیموم ال ها رو میگیریم میذاریم اینجا میشه ال آی. باز دوباره برمیگردیم هر کدوم از اینا رو مساوی با ال آی خودش قرار میدیم، درسته؟ و بعد دوباره منهای دیوریشنش میکنیم میذاریم اینجا. خب و بعد اینها به دست میاد دقیقا اینجا، و بعد دوباره مینیموم میگیریم به ازای هر کدوم از اینها، این کار رو ال ها رو به دست میاریم و همینطور برمیگردیم تا کجا؟ تا برسیم به
اولین فعالیت خودمون. وقتی که داریم محاسبات پیش رو رو انجام میدیم، الیس استارتمون رو صفر قرار میدیم. یعنی چی؟ یعنی زمان شروع صفر، میریم تا EN، بعد دوره LN رو به دست آوردیم و برمیگردیم محاسبات پس رو انجام میدیم. ببخشید خط خطی شد. میریم دوباره محاسبات پس رو انجام میدیم تا اینجا یه عددی به دست بیاریم. خب یه عددی به نام L0. خب میشه یه عددی، حالا یه XC هر چیزی. اینجا E صفر من بود، خب که قرار دادم برابر با صفر، و اینجا L صفر من هست که برابر با یه عددی میشه. حالا ممکنه این عدد هم صفر بشه، ببخشید این هم باید صفر بشه، من اشتباه داشتم میگفتم x نمیشه، L صفر من هم صفر میشه. یعنی چی؟ یعنی من اینجا واسهتون دوباره می نویسم، داشتم اشتباه میکردم، معذرت میخوام ازتون. ای صفرم و مساوی صفر قرار میدم. خب وقتی که محاسبات پس رو انجام میدم، L صفر من هم باید یک عدد صفر به دست بیاد، نه عدد دیگه ای. اگر عدد دیگه به دست آوردین، بدونین اشتباه کردین، یه جایی اشتباه کردین. خب یعنی زمانش، زودترین زمان شروع فعالیت صفر من یک زمان به خصوصی هست، و دیرترین زمانی که میتونم استارت بکنم پروژمو بازم هم یه زمان به خصوصی هست. و منطقی هم هست، به هر حال این رویداد شروع من تو یک زمان رخ میده و نمیتونه که این زمان ها متفاوت باشه، چون چیزی پشتش نیست دیگه. من تصمیم میگیرم امروز شروع کنم پروژمو، خب نمیتونم بگم تصمیم میگیرم امروز پروژمو شروع کنم ولی خب یه ذره استراحت کنیم بعد، غیر منطقیه دیگه. پس ای صفر من هم باید صفر باشه، ال صفر من هم صفر به دست میاد از طریق روش مسیر بحرانی. و خب وقتی که تا آخر رفتیم اینها رو که به دست آوردیم، خب میتونیم بگیم که محاسبات زمانی رو انجام دادیم. حالا باید بعدش فرجه ها رو حساب کنیم که در جلسه بعد با هم صحبت خواهیم کرد که فرجه چیه و چرا حساب میکنیم اونا رو. و وقتی که فرجه ها رو حساب کردیم، میتونیم کریتیکال پث رو حساب کنیم. کریتیکال پث چیه؟ مسیر بحرانی، یعنی مسیری که نباید زمان اونها تغییر بکنه، یعنی نباید تأخیری تو اون مسیر داشته باشم. ببینید هر کدوم از اینها، اصلا اینجا دارم قرمز میکنم، یه مسیرن دیگه. الان من دارم یه مسیری رو طی میکنم تا برسم به پایان پروژه. خب هر کدوم از این مسیرهایی که نتونیم تأخیر بدیم میشه مسیر بحرانی، که حالا بعدا بیشتر باشون صحبت میکنیم وقتی که فرجه ها رو یاد گرفتیم. خب ممنونم از توجهی که داشتین، فقط یه مسئله رو به خاطر داشته باشین، تو جلسه بعد ما مثال حل نمی کنیم، میریم مستقیم AON رو صحبت میکنیم که چطوری تو شبکه های AON میتونیم محاسبات زمانی رو انجام بدیم. بعد نه ببخشید، اول بیام فرجه ها رو واسه تون میگم، چون یه سری چیز بهتری که فرجه ها رو آشنا باشین. پس تو جلسه بعد اول میایم فرجه ها رو با هم صحبت میکنیم که فرجه چی هستش و خب چطوری محاسبه میشن. بعد میایم AON رو با هم صحبت میکنیم که چطوری توی شبکه های AON بتونیم محاسبات زمانی رو انجام بدیم، و مسیر بحرانی رو هم تو موقع فرجه ها با هم آشنا میشیم. وقتی که فرجه رو دارم میگم، مسیر بحرانی هم به دست میاریم، میگیم آقا کدوم مسیر بحرانیه. وقتی که این دو جلسه بعدی رو گذروندیم، وارد MSP میشیم و محاسبات زمانی و مدیریت زمان حالا اولیه رو توی MSP با هم میبینیم، بیسیک زمانبندی که باید داشته باشیم. امیدوارم که مفید واقع شده باشه واسه تون. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.